بسم الله الرحمن الرحیم. دعای فرج که اون دعای حفظ امام هست، عجل الله تعالی فرجه و شریف، این دعا عرض کردم توش انانیت نیست، توش خودخواهی نیست، تقریبا میشه بگی مثل دعای سحر ها. بید دعای سحر ما چی میخوایم از خدا؟ خودشو میخوایم. اللهم من یسالک من جمالک من بهائک، ما علمشو میخوایم، قدرتشو میخوایم، خواسته ای توش نیست، نه حورالعین هست نه ولدان هست. دعای سحر، لذا حضرت امام خیلی به این دعا اهمیت میده، دعای سحر. توی دعاهای امام زمان دعای حفظ آقا این شباهت داره از این جهت ها، نمیخوام بگم از همه جهت، یه دعایی است که فقط توش آقا هست، فقط معشوقه، کسی دیگه نیست. میگیم اللهم کن، با ولایت تکوینیت خدا این کارو بکن، کن لولیک الحجت ابن الحسن، کن لولیک چی؟ ولیان. چقدر زیباست. این معلوم میشه که این اشهد ان علیان ولی الله که میگیم چون مرآت اونه، چه فرق میکنه، تو ولیه ولی خودت باش، و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلا و عینا مواظبش باش، با اینکه خودش عین الله ها. السلام علیک یا عین الله فی الارض، در عین حال میگه تو عینش باش، نگاه بهش بکن، حواست بهش باشه، چون اگه تو حواست به امام زمان باشه مشکلات ما هم حل میشه. اگه امام زمان حکومتش برپا بشه مشکلات بشریت حل میشه، چون تمام مشکلات ما علتش میدونه چیه؟ نبوده امام زمان در میان ما. یعنی ما اجازه ندادیم ائمه علیهم السلام حکومت کنن، ما خراب کردیم، باید اعتراف کنیم، واقعا باید اعتراف کنیم. ما شب بشیم خود ما اشتباه کردیم، ما خراب کردیم، ما 14 معصوم داشتیم، آخرش بقیت الله رهاش کردیم، غیبت صغرا کرد که برش گردونیم نکردیم، حالا گرفتارشو همش میگیم خدا خدا خدا، چرا من اذیت میکنی؟ خدا اذیت میکنه؟ تو خودت اذیت خودت کردی، تو خودت فرصت ها رو از دست دادی، بهترین فرصت از دست دادی، حالا این سرزنش میگی خدا چرا منو مریض کرد؟ مگه میخواد ظلم به من بکنه؟ مگه دوست داره من بیچاره بشم؟ نه، خدا دوست داره تو بیچاره بشی، خدا خیلی هم دوستت داره. خب چه کار کنه؟ معجزه کنه؟ معجزه کنه؟ بنا نیست معجزه بشه در این دنیا. اگه معجزه کنه پس چرا باید بیاد تو رو به درجات بالا برسونه؟ بنا نیست معجزه بشه، از معجزه بهتر هدایتت کرده، پس تو خودت خراب کردی. حواست باشه، بی خود متهم نکن خدا که این کار داره میکنه، که من دوست نداره رحم کرده، خیلی هم دوست داره خدا، و حالا هم که گرفتار شدی هم خدا دوست داره که حفظت کرده، تا حالا خدا دوست داره که توجه بهش کردی، این دیگه خیلی مهمه، چون توجه نمی کردی. گاهی وقتا ادب چیزی خوبیه، یه کسی از گوش نمیده به حرف، باید مؤدب بشه، یه کتکی باید بخوره، گاهی وقتا این کتک ها انسان متنبه میکنه. اگه درد نمی بود کسی فکر علاج میافتاد؟ زونهایی که درد ندارن فلجن، پاشون زخم میشه علاجش نمی کنن، بیچاره میشن. اگه درد نمی بود، اگه این ویروس نمی اومد توی میدون، اصلا ما فکر میافتادیم که بیایم مثلا فرض کن از ما مثلا توجه کنیم به خدا، نقشه ای بکشیم برای اینکه برسیم به خدا؟ اصلا این برنامه های جدیدی که الان هست به حمدالله تو جامعه ما کی به وجود اومد بعد از این؟ نمیخوام بگم چیز خوبیه این، ولی میخوام بگم گاهی هم عذاب های دنیای ما، عذاب هایی که در دنیا پیش میاد، اینا برای ادب کردن ما هست که توجه به خدا کنیم و توجه به ولی خدا کنیم که حافظ ماست.